سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. دستگیری سارقان 30,000 لیتر گازوئیل از شاهلوله شازند. فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت دو سارق در پی سرقت 30,000 لیتر گازوئیل از شاهلوله اصلی شازند دستگیر شدند. سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت شب گذشته عوامل حراست شرکت نفت از افت فشار در شاهلوله اصلی انتقال گازوئیل شاهزند به تهران و احتمال سرقت گازوئیل اعلام شکایت کردند و بلافاصله تیمی از ماموران با همراهی عوامل حراست این شرکت مسیر انتقال لوله گازوئیل را بررسی کردند. به گفته این مقام انتظامی ماموران متوجه خروج یک دستگاه تریلی تانکردار به همراه یک دستگاه خودروی پژو پارس از مسیر خاکی به اتوبان القدیر شدند و بلافاصله دستور توقف هر دو خودرو اعلام شد، ولی راننده خودرو سواری بدون توجه به دستورهای پلیسی از محل متواری شد. او گفت در بررسی انجام شده مشخص شد خودروی تریلی حامل 30,000 لیتر گازوئیل فاقد بارنامه و مدارک قانونی است و متهمان به سرقت گازوئیل از شاهلوله اصلی انتقال گازوئیل اعتراف کرده و دستگیری متهم متواری در دستور کار پلیس ری قرار گرفت. کارشناسان ارزش تقریبی گازوئیل کشف شده را حدود 300 میلیون تومان اعلام کردند. در ادامه صحبت‌های مدیر خط لوله تهران در این باره را ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. خط لوله 26 اینچ شازند ری خط لوله‌ای هستش که فراورده رو از عراق، در حقیقت فراورده طولیبی پارش عراق رو به منطقه تهران در حقیقت توسط خط لوله ارسال میشه، انتقال داده میشه. ما در ماهای اخیر متوجه یک افت فشار در خط لوله شدیم که علت افت فشار در دستور کار منطقه قرار گرفت و پس از بررسی ها و با استفاده از دستگاه ها روش ها و تکنیک های جدید ما دقیقا متوجه شدیم که علت در حقیقت برداشت مواد از خط لوله هستش و با استفاده از دستگاه‌های جدید تونستیم محل دقیق برداشت مواد رو شناسایی بکنیم. در تاریخ 17 اردیبهشت ما در ساعت 21:05 متوجه افت فشار شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی و حراستی ما وارد عمل شدن و به نیروی انتظامی اطلاع رسانی شد و اینها به محل اعزام شدن. خوشبختانه در ساعت 22:30 تونستیم که سارقین رو به همراه یک دست و تانکر 30,000 لیتری که نفتگاز یورو رو از حد. انتشار تصاویری از برخورد زیبای یک مأمور پلیس در خرم‌آباد با یک زباله‌گرد واکنش‌های مثبت زیادی در فضای مجازی به همراه داشت و موجب تحسین وی از سوی کاربران شد. استوار داوود بارانی روز گذشته هنگام گشت‌زنی در منطقه جهادگران خرم‌آباد استان لرستان با یک زباله‌گرد مواجه شد و تمامی پولی که در جیب خود داشت را به او داد.
فائزه هاشمی تحت تعقیب قرار گرفت. دادستان به عنوان مدعی العموم فائزه هاشمی را تحت تعقیب قرار داد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر فائزه هاشمی در ارتباط با نهادهای انقلابی و توهین به پیامبر اسلام و ورود دستگاه قضا به این موضوع گفت، وی به خاطر هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته است. دادستان به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری کرده است. پرونده در جریان است و نسبت به احضار وی و ادامه رسیدگی اقدام می شود. خب در مورد ایشون به خاطر هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده که دادستان به عنوان مدعی العموم موضوع رو پیگیری کرده و پرونده در جریان هست که نسبت به احضار ایشون و ادامه رسیدگی اقدام میشه. دوستان ممنونم از اینکه این برنامه رو تماشا کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از ما حمایت کنید.